اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت الله از ادب احترام محضر شما به جوانان عزیز عموم جمعیت جوانان و جوانای دیروز عزیزی هم که تو جمع حسن مثل نمک تو قزان اینجا الان حکایتش خب تسلیت عرض میکنم این ایام رو محضر شما علل خصوص شهادت آقا امام حسن مجتبا رو هفتم سفر موضوعی هم که میخوام پیرامونش صحبت بکنم حالا برختون یه سری چیزایی ازش شنیدید و برخی هم نشنیدید حالا من کلیاتی بحث براتون بیارم یک بحث تاریخی حوزه صدر اسلام و واقعا لازمه بدونید خیلی هم به دردتون میخورین ان من کلا اخلاقم یه جوری سر و صدا رو من اثری نداره یعنی مثلا یه بچه سر صدا میکنه جمع میگم این رو من اثر نداره اگه رو شما اثری نداشته باشه مشکلی نیست من من واقعا برای اون سوال خانم ها دلیل صدای چیه یعنی اصلا رو من اثری نداره ها خب من چی میگی شما که تموم؟ این همه آدم نشسته صدا ازشون در نمیاد این آقا یه صدای جی که عدسه هم نمید. اونجا ببینم؟ ما آن. در انشالله حل کنه این ماجرا رو خب بعد از شهادت آقا امیر المومنین اوضاع جهان اسلام خیلی پیچیده شد یعنی وقتی شما تو تاریخ بررسی میکنید ما یه جای نشستی میگه میگه آقا زدن فلان امام کشتن بابا همینجوری یه نفر که امام کش نمیشه که بعد بیری تو چه بستر تاریخی این آدم اینجوری شخصیت شکل گرفت چی باعث شدی که مثل شمر بشه شمر آرام آرام یک شبه که یه نفر یه تغییر نمیکنه که آرام آرام یه زمینه هایی داره پر میشه پر میشه پر میشه به یه جایی میرسی یه کاری انجام میده که هیچ کافر هیچ مشرکی انجام نداده این خیلی به نظر بنده مهمه و باید کار بشه امیر در شرایطی سر کار اومده که قبلش ساختار طبقاتی عجیب غریب حاکمه بر مبنای یک عرب بودن دو صحابه بودن و سابقه در اسلام داشتن یعنی اگر شما زودتر مسلمان شده بودی زودتر پول بیشتر پول میگرفتی یه یارانه هر ماه ریخته میشد به حسابها اگر زودتر مسلمان شده بودی بیشتر پول میگرفتی بعد خب حالا چه دلیلی داره یه نفر زودتر به دنیا آمده پیام اسلام به یه چیه؟ زودتر رسیده این چه گناهی کردن چه معیاریه دو صحابه پیغمبر بودی بیشتر پول میگرفتی حضرت امیر اومد زد همه اینا رو شکون یعنی اونجا ایرانی که مسلمان شده و بیشتر در کوفه بودن اینا کمتر پول میگرفتن موالی خیلی کم پول میگرفتن نسبت که مثلا به فلان صحابه که مثلا از سال تم شدم 15 هجرین آدم مسلمان شده اون یکی از سال 10 هجری مسلمان شد بیشتر پول میگرفتن دوخون دستگاهی هم خوشون درست کرده بودن یعنی اواید عجیب غریبی بهشون میرسید تو سخنرانی تهران تا کربلا پنج شب پار سال اینا رو من توضیح دادم یه بار دیگه رجوع کنه جامعه کوفه رو بررسی میکنم میگم چی شد که تضاد طبقاتی به وجود اومد اینا رو داریم میگیم برای جامعه امروز خودمونا برداشت بکنیم یا فکر نکنیم مثلا این نفر برج پنجا میلیون پول بگیره خونه آنچنان فلان جاک بش بدن این پا انقلاب وای میسته امکان نداره برید نظر امامو که بنیانگذار این انقلاب در مورد آدم های مرفه و ارتباطشون با انقلاب ببینید اصلا امکان نداره تو این مسیر بمونن اگر مسئولی رفاه زده شد میزنه جد خاکی چرا؟ چون اساس این انقلاب با رفاه در تزاده ذاتش در تزاده نه که این انقلاب اومده رفاه نیاره نه اومده رفاه بیاره اما تو رفاه زده بشی یعنی مسئول ما به سبب شغلش میشوننش تو ماشین مثلا شش در تو لیموزین سوارش میکنن توی کشور خارجی اون لحظاتی که اون تو لیموزین نباید خوشحال باشه کیف بکنه باید اون لحظات به خودش بگه ای داد برادرای من الان دارن تو سوریه میجنگن که از این انقلاب دفاع کنن خدایا این چه مأموریتی بود به من دادی که من مجبور بشم تو اینجا بشینم یا یعنی به بش سخت بگذره این شکسته بود اصلا دلیل سقوط عثمان دعو شروع دعوای عثمان به خاطر اینکه یکی از صحابه رو بیشتر داد دو که کمتر داد شروع دعوا سر این بود آقا تو به فای فامیلات بیشتر داده این اینجور شد اونجا ریختن و نزدیک 600 نفر دور خونه عثمان رو گرفتن و به قصد سوندنش امیر المومن اومده سر کار کل این ساختار شکنده میگه میخوای علی ابن ابی طالب از فریاد زد کدومتون هم منظور اسلام آوردید بسم الله بگید کی زودتر از علی ابن ابی طالب تو این جمع هست که اسلام آورده باشه دستشو بره بالا هیچکس کس جرعت نمی نمیدونست علی اولین مسلمان مرده تنها کسی که زودتر از میگن می اسلام آورد از خدیجه بود که پیامبر اومد خونش خب بعد محضر شما عرض بکنم که از از خدیجم که از دونه رفته حالا تو کی از ساکت شد یک کدومتون به من از, پی... از من به پیامبر نزدیک ترید منم پسر هم, هم دوما داشتم اگه نسبت با پیامبر معیاره کدومتون بیشتر از من شمشیر کشیدید پس ساکت شد در سیستم علی ابن ابی طالب بین آن موالیه تازه مسلمان شده عجم و آن صحابی با سابقه عرب هیچ فرقی نیست همه برابر این فشار آورد به دی. تا دیروز این 20 میلیون حقوق میگرفت این 200 هزار تومن یه خورد به هم هر دوتا مثلا نفر مثلا افتاد برشون نفر 5 میلیون مثلا سختش بود ای من با این با این بدبخت هنو ت دسته داره درست نمیتونه تلفظ بکنه من با این باید یه جور حقوق بگیرم ان اکرمکم عند الله با هر کدوم میتونم رفتی بر صحابه پیغمبر بودید و اینجور چیز او دنیا جوابشو میگیرید تو بدر بودی تو احد بودی تو کجا بودی اون دنیا درسته آمد و خب جنگ به وجود اومد تله زبیر اینا و ایستادن گفتن بابا با با هیچی به با ما نمیده شروع کردن با امیرانمون جنگیدن جنگ جمل صفه نهروان 110 هزار تا کشته داشته این جنگ ما الان نشستی تو برمیاد یک چیزی بین جامعه پیچید عزیز دل من که علی از موقعی که اومده فقط جنگ داخلی داریم ما او قبلی ها بهتر بودن با عجما جنگیدن با رومیا جنگیدن ایرانیا با رومیا جنگیدن با مصریا جنگیدن خوب از اونا کشتن این علی از موقع که اومده فقط چی کشته از خودمون جنگ بین خودمون نه مدیریتی نداره پنج سال حکومت سه تا جنگ خودتو بذار جای اون زمان چی میگفتی به امیرالمومنین پنج سال حکومت سه تا جنگ اهل قبله به هم شمشیر کشیدن مسلمان جلو مسلمان شمشیر کشید پدر تو این سپا پسر تو اون سپا برادر تو این سپا او برادر تو اون سپا یک از چیزایی که تو نقش شدن در مورد علم بحث کردم حالا ای این که آدم اصلا ترور کرد امیرن مومینین این, این چیزایی که رفتن میگن رفت رو خونه کعبه و پیمان بستن اینا محله بحث اما میگن که چیزایی که اصلا ابن سقوط کرد یه کوچه میرفت صدای مادر و همسر یکی از این کشته‌ها یکی از این جنگا این ابن ملجم سپاه امیران بود دید زجه داره میزنه زنه, زنه میگه آیه علی بد کرد بد کرد پسرم تازه زن گرفته بود این زنش این صدای زجه های زنش مسلمون کشت امیران نفرین میکرد اون ماجره اون این که حضرت امیران مومن یه زنی رو میبینه که بار داره میخواد کمکش کنه میگه اجازه بده کمکت کنم بر برمیگرد امیران لعن میکنه اون زنه برای چی علی به وجود آوردن این جنگ ها بود شما فرض بکن مثلا یه حاکم در مملکت خودتون تو 5 سال سه تا جنگ داخلی داشته بشه. مثلا تو سوریه نجنگه میفهم چی میگم تو عراق نجنگه تا این مملکت خودم با خودی چه هم شیر بکشیم تیکه کنه. پاره کن. صد و ده هزار نفر آزد و بیز هزار نفر کشته بشه خیلیه یه ندا آقا سلطان کشته شده هنوز داری جواب پس میدی 120 هزار نفر آدم کشته بشه به چی میگی شرایط خیلی پیچیده بود نکته دیگه این که جامعه به شدت دو قطبی شده بود عموم جمعیت یا عثمانی بودن یا علوی بودن یا یه یعنی طرفدار عثمان بودن حضرت علی قاتل عثمان میدونستن میگفتن علی مالک اشتر و حسنه تراهان اصلی قتل عثمان بودن یا علوی بودن میگفتن اصلا علی کشته خوب کاری کرده کشته اون عثمان چه گلی زده به سر مملکت همش خورد و برد و اینجور چیزا میگفتن به شدت دو قطبی دو قطبی هم حل نشد همین عثمانی ها در اولین فرصت که دستشون رسید به امام حسین کربلا درست کردن اونجوری امام حسین میفرما بابا من پسر علی می ما میگن اساسا ما اصلا مشکلم با باباته بغزن لعبیک بغز ما به پدر توه. ما از علی بیزاریم شما این تو کربلا با علی ها چجوری تا میکنن آن که علیه تیکه تیکش میکنن حضرت علی اکبر وقت خوش ما معرف... آمد به میدان میگن یه سری از این پیرمرداشون که پیغمبر دیده بودن یعنی صحابه بودن که پیغمبر دیده بودن نگاه که گفتن ای محمد زنده شده شمشیر انداختن تو گفت انا علی ابن حسین ابن علی شمشیرش گفت تیکه تیکش کنید این داره خوشو با علی ابن ابی طالب معرفی میکنه یکی از همین افراد زهیر دیگه زهیر عثمانی از موسم بعدش میومد زهیر زهیر یه جوری تنظیم که سفرش هر جا به موسم اتراق میکرد این را میافتاد بر و برعکس که به موسم اومد شبهه سیاسی اینو برطرف کرد اصلا شرمنده شد که من در مقابل شما این تو در مورد شما اینطور فکر خدا منو ببخش اومد اینطور رشادت کرد در راه حسین خب ببینم من رو نشستم الان دارم فوش بوغدار میدم به کل تاریخ اونایی که تو جمل بودن تو صفه بودن بعد خودم الان اون زمان بودم خدای نکرده می یکی از همین ها بودم شرایط جامعه رو باید درک کنید چطور شده بود مردم خسته شده بودن از جنگ خسته شده بودن از مقاومت حوصله دیگه نداشتن حضرت علی میاد بفرماد آقا باید بریم جهاد کنیم با ما مابه ای بابا باز شروع کردیم دوباره چی؟ حضرت بالای منبر اشکش در میاد علی بالا منبر گریه میکنه اما اشباه و رجال شما مرد نیست شبیه مردی تابستان شما را به جنگ فرا میخوانم میگویید هوا گرم است زمستان فرا میخوانم میگویید هوا سرد است یعنی چی یعنی اساساً اینا دو بهانه میوردن که نجنگن ویل کن دیگه بابا سه تا چهار تا جنگ درست کردی 120 هزار نفر کشته شدن ولمون کن بس کنیم دیگه میخوام حس کنی تا تو اون بستر تاریخی قرار نگیری نمیتونی درست قضاوت کنی در مورد تاریخ و اساسا تو باید بتونی درست تاریخ رو بررسی کنی که امروز بتونی تاریخ درس بگیری و ویل کن دیگه بس دیگه پدرمونو در آوردی تو این شرایط امیرالمومنین حسب فیزیکی میشه ترور میشه حالا امام حسن و مشتبه علیه السلام میخواد با این جماعت کارو پیش ببره و یقیناً اون اعتباری که امیر داره تو جامعه امام حسن بگید نه. از یک حیث داره که میگفتن نبه پیغمبره اینو داشت سبت نبی اما از سمت دیگه میگن بچه همو علیه بعد اومده وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه میگه من همون الگوی علی ابن ابی طالب مگه امام امام معصوم دوم میخواد از امام معصوم اول جلو بزنه یه چی دیگه بگه همون الگو اینجاست که مردم میگن اوه بدبخت شدیم رفت مثلا امیر المومنین سپاه درست میکرد هفتاد هزار نفر هشتاد هزار نفر آدم جمع میکرد امام حسن مشتبه بالا پایین کرد این ورانور ور کرد دوازده هزار نفر مظلومیت این امام شما در شده شد اوضا بسیار خاص مردم خسته از جنگ خسته بسته دیگه بعد امام حسن مشتبه اومده دوباره داره سپاه جمع کنه با معاویه به دوازده هزار نفر رو جمع کرد معاویه تو یه شب با یک میلیون درهم عرب که گفت مثلا عدد میلیون نداشت به میلیون میگفت الف الف هزار هزار دو تا سه تا شش تا یک میلیون درهم پول داد فرمانده سپاه امام حسن رو خرید فرمانده لشکرش امام حسن یوی برگشتید فرمانده سپاهش عبیدالله الله ابن عباس گرفت اون طرف هیچ هشت هزار نفر از این دوازده هزار برد با خودش میگه ما مشتبه با چهار هزار نفر آدم خب آقا این چهار هزار نفر پاک حضرت تا موقع دوازده هزار نفره میگه نه ترسید ما پیروز جنگیم با همین دوازده هزار نفر پیروزیم فقط اما بمونید محکم بمونید پول اومد وسط مانی اومد وسط پیشنهاد رتبه جایگاه سندلی کرسی اومد وسط پول آقا اینا چی میخوای تو دار و دسته حسن ابن علی بیا این چند بگو چکشو بکشم. یک میلیون درهم پول داد. خرید. امام برگشت این چار هزار نفر حالا میگه خوبن پاکارن. این چار هزار نفر چه داستانی خود اینا. یک مصیبت اینا. افرادی که اومدن یه ادهی به دید قنیمت اومدن. بریم یه جنگی بشه یه قنیمتی جمع کنیم. این حسن هم مثل باباش علی اینا رزمنده های خوبی هن. دیدی علی تو جنگو پیروز میشد احتمالا اینا پیروزن هرچند چند تعدادشون کمتره اما چی استراتژی نظامی خوبی دارن این بردیم بره جالبه اولین جنگ امیرالمومنین که انجام میشه تو جمل میبینن حضرت علی میبره جنگ دوم یهوی جمعیت سپاه امیرالمومنین سه برابر میشه میگن یعنی چی میگن این انگار برندگی اینجاست پول این وره جامعه به شدت اقتصادی و مالی شده همه چیو مانی میبینه همه چه دلار میبینن همه چه پول میبینن همه چه سکه میبینن همه قیمت دارن. با این جامعه میشه چیکار کرد مظلوم ترین امام ما هستند وقتی شرایطش رو شما بررسی میکنی. عجیب بعد آقا میبینه باید یه کربلا درست بکنه درسته؟ تو ریخته شدن خونش بلا فاصله بعد از ریخته شدن خون امیر المومنین دیده بگید نمیشه اما میبینید ده سال که مگذره خون امام حسین چی میشه؟ دیده میشه خود بزر بگذره تازه خون علی ریخته شده میبینید شما میری کربلا میری کربلا کلی امامزاده اونجا داره کلی از علما دفنن اما آدمو نمیره سر قبر چرا؟ تو خورشید هست و تو خورشید هست ستارا دیده نمیشن این درخشش و اون برهه امیرالمومنین تو چش بودن و اختش شدن خونش یه خلیفه کشته شده عثمان خلیفه بعدی باز کشته شده به شهادت است امیرالمومنین دیگه اینجا شهادت امام حسن تو چش نمیاد سالسن مسئله بر این است اساسا بر این است که پدر سوختگی طرف مقابلم درست اثبات نشده مدعیه من بیام درست میکنم من آقا این علی ال... اینم مثل باباش علی دیگه معاویه میگفت بر مردم صحبت این هم مثل باباش بیدن پدرتون رو در میره بیاید با من آقا بیاین یه منو در همه بگیر حکم فلان جان مالتون برو حالش رو ببر عجیب خودش که نمیده عجیب کی میداد به طول مال درک فلان قرارداد مال تو بیا برو فلان مزایده بیاد مال تو جیب خودم که نمیدم به طول مال خود بیش برو درک معاویه داریم مثلا وقتی موضوع بحث بزل و هاشون میرسه شو کار جیب باباش که نمیخواد بده که کجا داره میده و پول بیت المال داره میده میگه پول بیت المال میدم به این این میشه آدم من نوکر من چرا خوبه جیب خودم هم که ندادم که که می فکر کنی این پست مال تو فلانجا مال تو برو دیگه بعد اینم به دید چی میاد اون پست رو اساسا نه برای خدمت دیده باشه برای چی دیده جبران خسارت مالی و آن خدمتی که ارائه کرده است میاد جلو یه فرصت سه چهار ساله داری داداش واسه چاپیدن به جم دیگه خودت میدونی فقط گند جو زیاد بالا نیاری سر صدا در کن بریم چه میکنی دیگه ما نشستیم فقط به تاریخ فوش میدیم حالان که همین الان یک داستانی است که هزار سال بعد یه بابایی میاد سخنرانی میکنه در مورد ما قضاوت میکنه همینه اما حسن رسیده سو. بعد اینات گفتم یا یک اقتصادی آخ جون اینا علی و اولادش اینا خوب جربنی هاشم خوب می جنگن. بریم بعد دیدن نه انگار جنگه تمام شد یه دی از معاویه بدشون میومد اما از امام حسن و از علی هم خوششون نمیاد گو از حب علی نیست از بغض معاویه است چه دیدیم زرون مساله اومدن تو سپاه حضرت علی نه اینکه از حضرت علی خوششون بیاد از معاویه بدشون میومد که بعد اینشون خوارج اینا تو سپاه امام حسن هم هستن یهو دیدن ای سر بی کلامون جنگ روانی هم کرد معاویه معاویه دو نفر فرستاد امام حسن نماز میخوند تو نماز ما حسن یه دقیقه نشستن اومدن بیرون الکی، اومدن بیرون گفتن حسن صلح را پذیرفت حسن صلح را پذیرفت جار انداختن تو سپاه امام حسن همه باور کردن امام حسن چیکار کرده متارکه جنگو چیکار کرده قبول کرده حالا گفتن ای بابا ما کجا کوبیدیم اومدیم اینجا اسب و تازونیم 100 کیلومتر بلند شدیم اینجا سرمون بی کلامون اتفاق عجیب افتاد گفتن خب اینجوری نمیشه که گفتن خب یه دسته پر باید بریم دیگه شروع کردن غنیمت جمع کردن جنگی شکل نگرفت غنیمت جمع بکنی از کجا غنیمت جمع کردن از توی سپاه امیرالمومنین آقا داشت نماز میخوند به بر تعریف میکنم عین این فیلم ها یه ها یکی از دهنه اسب گرفت فورد اون یکی اومد تناب خیمه رو چند با شمشیر باز کرد اون خیمه رو جمع کردن امام کماکان داشت نماز میخوند از روز سر حضرت کندن بردن توی خیمه یه متکایی بود مثلا بر نشسته زیراندازی بود مثلا بوریایی بود هست اونا رو جمع کردن آقا مثل مور و ملخ ریختن امام مان فقط داشت نماز میخوا خودش مونده خودش یکی اومد نگاه کرد گفت این سجاده قیمتش خوبه ما تو اینجا اومدیم دست کم حضرت داشت نماز میخون در حال قیام تو ایستاده سجادر از زیر پای حضرت کشید حضرت خرد زمین سرم بی کلا نمونه سجاده رو بردارم ببرم سرمون بی کلا نمونه حالا با این جماعت باید چه کنم حضرت فقط فهمید که باید یه برهه بگذره به مردم اثبات بشه اشتباه انتخابشون چی بوده بگید غلط بود همین چاره نیست مردم باید خودشون بفهمن با اینه با این جماعت میشه چیکار کرد همه امام حسن رو نکشتن خیلیه که بگه نجب لباسی بر تنش که این خنجری هم به پای به ران پای امام حسن چی زدن همونجا قصد ترور حضرت هم بودون رو و که سریال مختار از همونجا شروع میشه که امام حسن رو میارن برای درمان ببینید چی بوده خداوکیلی بعد این آقا باید این جامعه شلم شوربا این تصویح باره شده و دانه ها وگه به زمین ریخته شده رو جمع کنه. تنها کاری که میتونه بکنه اینه که اینا رو بذاری خور فرصت بگذاری اینا بفهمن که وعده های معاویه درو حضرت میاد یه مفاد یه قراردادی می نویسه. درسته؟ آقا حق نداری جانشین تعیین کنی آقا حق نداری این کار رو کنی اون کار هست توی این تو سایت هست تمام موارد ماوی از زیرش یعنی امام دقیقا چیزا امام معصوم دقیقاً دقیقا چیزایی رو نوش که میدونه سینا میزنن زیرش معاوی آمد یه خطبه خون گفت ببین من به من ببخشید گور پدرتون میخواد حالا اون نگفته گور پدرتون اما تعریفش میخواد نماز بخونید میخواد نخونید میخواد روزه بگیرید نگه من اصلا بابت اینجور چیزا با شما نجنگیدم من حکومتو رو میخواستم که به دست اونم نماز بخون میخواد نخون. نخون به درک من حکومت رو میخواستم که به دست آوردن خدا بعد امام حسن هم ترور کرد به واسطه دختر اشعث ابن قیس جوده یا جعده به شهادت چنان بر مردم به مرور زمان اثبات شد که اینا خیلی پدر سوختن که خود همینا نامه نوشتن به امام حسین درسته؟ که پاشو بیا آقا این واقعا دیگه شورش رو در آورده همین چی شد؟ یعنی اصلا اون قعود حسنی قیام حسینی رو میتلب قیام حسینی قعود حسنی رو میتلبه خود امام حسین ده سال در زمان عمر خود عمر شریف خودش ده سالش در زمان صلح با کیه؟ با معاویه است به ادامه اون قراردادی که امام حسن امضا کرد ما ما بر عهد خود پایبند مردم مثلا معروف تاریخ اومده هی میرفتم گفتم آقا این چه وضعشه فلانجا رو به گند کشیده برای بله همینه جایی که شما علی و رو پس بزنید دیگه همین همینا میشید این قرار پسر شرابخوار بوزینه بازش آورده مولا خلیفه جایگزین کرد اینقدر یعنی اسلام فاتش خونده شده اینجا قیام امام حسین معنی پیدا میکنه ریخته شدن خون امام حسین چی میشه دیده میشه و بعدش قیام طوابه این قیام مختار اصلا همین عبدالله ابن زبیر هم اگه قیام میکنه بهانه چیه تو اهل بیت قمر کشتی همیشه ارازل و باشه و میشه، اصلا کربلا به کنار حمله که تو واقع هره در مدینه صدها نفر رو قتل عام کرد هزار زن بعد از حمله یزید به مدینه اولاد زنازاده به دنیا آوردن جان و مال و ناموس مردم مدینه را حل... مباه الام که گفت مال خودتون برید در کو میخواد بکنید بکنی. برید برید حمله کنید مدینه هر چی گیر آورید مال خودتون دیگه بالاخره پولی برداشتید صفحه های قران زیر سم اسب بالا پایین میشد کاری نداره حکومت میخواد صفحه قران چیکار داره صفحه قران اساسا چی به دردش میخوره وقتی میخواد سر نیزه کنه جلو علی قرار بده منم تو مملکت خودم این چیزا میبینم آدم که هیچ ربطی به دین نداره اصلا گروه خونیش به دین نمیخوره یه هوی حدیث علم میکنه بره <تصفح> جالب عجایبه آیه قرآن برو جمع کن خودت با تو گروه خونی اصلا اساس نامد با دین در تضاد ده قرآن علم میکنی بعد بشین بگم 60 70 سال بیشتر فرصت زندگی نه تا 120 سال ها چقدر بخوام میکنی نداری بعد تو یک ابدیت یا عذاب یا اشغال رو فوش میدی به اونا و خودتو دریا میره قضاوت میکنه اونا خود چه کردی خودت بعد از شهادت امام حسن علیه السلام به دلایل مختلف شدیدن شخصیت امام حسن تخریب شد بسیار 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 بیشتر از امام حسین اونی که سیاسی اینا رو شکست داده بود اساسا امام حسن بود اون قرارداد تو ذهن مردم بود دو میدونی که بعدها بنی العباس که اومدن سر کار بنی امیه رو پس دادن با شعار چی اومدن با شعار این که غلط کردیم ما دوباره برگردیم به سمت اهل بیت مونتا اومدن به اسم اهل بیت بیعت برای خودشون جمع کردن پدر سوخت نیتشون از اول خودشون کاری با اهل بیت کردن که قبلا نکرده بودن ظلم دست اونا رو پشت بستن خب فرزندان امام حسن متاسفانه ادیشن که فرزندان یک بخشی در واقع اینا ادعای حکومت کردن جلوی بنی عباس در حالی که امامت تو شاخه کی بود امام حسین مثل, مثل محمد نفس زکیه بعد برادرش محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن مسنا ابن حسن ابن عبی طالب حسن یه دو... امام حسن یه حسن که بهش مفتن حسن دومی این دوی مهدویت کرد اصلا گفت من امام که هیچی مثلا همون آخریام هستم به بن الاب اینا چون قیام هم میکنم قیامشون مورد تایید آقا امام صادق چی؟ نبود اون بره امام صادق امامت شیعه رو بر داره و نتیجه چی شد ای آمای بی خودی هم کردن کشته شدن ه... کلی هزینه رو دست شیعه گذاشتن و بنل عباس چون فرزندان امام حسن و رقیب شمشیر به دست میدید برای اینکه اینا رو بتونه بزنه شروع که کیو زدن بگید امام حسن رو زدن حسن اومدن ساختن امام حسن مطلاق این چی یعنی بسیار زن می گرفته هی طلاق میداده هی زن می گرفته هی طلاق می داده. خب این همه زن گفتند طلاق می داده بچهاش کن شروع کردن توهین تحقیر به شدت امام حسن رو زدن و تخریب سیاسی شد می دونید که امام حسن علیه السلام کار مظلومیت حضرت حدیه حد که هنوز هم که هنوز متاسفانه شعن ایشون شناخته نشده ده. امامی که مجبور میشه یه جوره اون مفاد اون قرار داده امضا بکنه با مواوه که جامعه تر بکنه یارای خوبش شمشیر به دستاش رد میشد بهش مفتن السلام علیک یا مزل المومنین سلام بر شما خوب ما مومنین رو زلیل کردی با این سلطه آمی ترسیدی شمشیر نکشیدی نه؟ این اصلا آدم تعجب میکنه در مظلوم از این اینطور تخریب همه جوره امام حسن گفتم دلیل سیاسی که بن العباس بیشتر امام حسن رو زدن شایعات و فلان یکی از بحثایی که اینا انجام میدادن میدونی که به روز شهادت اعمه بهانه بود برای زندگی یادش این بحثایی که ما تولد اینجور چیزا میگیریم خیلی تو عربا چیز نیست پررنگ نیست نمیگم نبوده ها اما اونطور نیست شهادت ائمه اینها در روایتی از امام صادق میفرماد شیعیان ما با نور ولایت ما عجین شدن از اضافه گل ما آفریدشون آخرش هم میفرماد که اینا گریه میکنن بر مصیبت ما این بهانه بود بهانه خیلی خوبی بود ایده از همین بن العباس کاری کردن که تاریخ شهادت امام حسن گم باشه که مبادا اسم حسن ابن علی چی بشه بلد بشه به تو چشم بالاخره تاریخو کی می نویسه قوم غالب از قدیم گفته اون این کارو رو انجام داده. خیلی شباهت داره ما مثلا به حضرت زهرا سلام الله عجیب غریب شبیه به نظر من همین الان که ما داریم صحبت میکنیم اختلاف هست در مورد تاریخ شهادت امام حسن مشتاق و موضوع سخنرانی بنده اینه که من بررسی کنم برای شما یک ادهی گفتن که ایشون مثلا اختلاف در وقت وفاتش در تار تاریخ نقل شده به عنوان یک چیز جالب مثلا ابن عبل حدید تو شرح نهج البلاغه میگه ابو الفرج اسفانی در مقاتل طالبی میاره ابن عبدالبر در الاستیاب میاره ابن عسید در استلغابه میگه اختلاف فی وقت وفاته اختلاف کردن در وقت چی؟ شهادت هزازی کی بود؟ چرا اختلاف وجود اومد؟ لوس میشه دیگه ماجرا میگه علامه امینی تو قطار نشسته بود یکی از غیر شیعیان دیگه با... نمیدونست کیه بنده خدا به تور کی خورده شروع ازش سوال پرسیدن <تصفح> علامه امینی بعد علامه امینی با به قول حرکت ورزشی یه کاری کردیم بابا دیگه چپید کنجه کوپه دیگه صداش در نمیومد. به تور کی خوردیم بعد برگشت کن آ شما شیاد چیه اینج دایره تنبک دستتون گرفته روز عاشورا تبل میزنید و سنج میزنید اینا ایشون برای جواب خیلی خوبه. گفت نگاه کن واسه قدیر تبل و سنج نزدیم اومدید گفتید بوده نبوده فلان اینجور چیزا کلی اینو تو دایره تنبکش کردیم تو بوق کرنا کردیم که همینا فردا نگید از عاشورای نبوده عزاداری امام حسین اون واقع اون شهادت عاشورا رو حفظ کرد کسی شک داره امام و اساسا معاویه میدونست ریخته شدن خون یعنی سر و صدا درسته امیرالمومنین ضربت خورده همه میدونن شهید شده خون ریخته همه میدونن اما اگه مسمومش کنی یک کنجی بی سر و صدا درست شد این ویژگی دیگه شهید آوینی تا زنده بود که نمیشناختش تا خونش ریخته شد همه میشناسنش سید شهیدان و اهل قلم ویژگی خونه پس این اختلاف در وقت وفاتش از همه مورخی نوشته اینا که گفتم سنی قبل از شهید اول این نقل و قولا بود در مورد شهادت. یکی آخر سفر اینکی کی امام آخر سفر یک عده گفتن کلا تو سفره یک عده دیگه گفتن 28 سفره کیا من براتون هم. از بزرگان شیخ کلینی شیخ مفید شیخ توسی تبرسی ابن شهرش آشوب اینا همش تو کتاباشون آوردن و اشاره کردن وقتی میره و رجوع میکنی من تک تک این روایت ها رو بررسی کردم وقت گذاشتم نرم افزار رو اصلا تاریخ محاسبه کنه شمسی رو به قمری تبدیل کنه برو بالا و بیا پایین <تصفيق> <تصفيق> کار تحقیقاتی خوبی تو صورت گرفت میبینه چند تا بحث وجود داره یکی اختلاف در محاسبه مثلا طرف گفته سال سه هجری به دنیا آمد سال پنجا هجری از دنیا رفت میشه چند سال؟ چلا سال بعد گفته یه چلا هشت سالش یعنی همون جمع و تفرق ایراد داره برخی از رو باید کار بشه یعنی میگم به خاطر مثلا اینکه خط کوفی ابتدا نقطه نداشته بعد ها نقطه گذاری صورت گرفته شاید اشتباه در تصحیفه در نسخه برداری از این کتاب می‌خواستم ای کتاب دیگه بنویسه این شما الان دیدید مثلا همین در مورد حضرت الله علیه که 75 روز بعد از شهادت پیامبر بود یا 95 روز به خاطر بخاطر که تسعین و 70 و 70 دندوناش این همه نقطه رو بردارید این هم میشه یا چجور نقطه گذاره شده یا میتونه از این حاصل اینجور موارد هم باشه ها یعنی به شما ده. مثلا یک جای من میگم اشتباه حاصل چی دیگه بود ما میگم محرم سفر ربی اول ربی دوم جمادی اول جمادی دوم رجب شعبان رمزان شوال زلغده زلحجی خب میگه سفر به شهادت رسید در ماه سفرش که دیگه شکی نیست دیگه دیگه اون من همه سفر رو گفته بودن خب باشه بعد کی به دنیا آمده بود ماه رمضان به دنیا آمده بود یعنی اگه ماه رمضان مثلا سه هجری یا دو هجری مثلا ماه رمضان دو هجری به دنیا آمده باشه دقیقا ماه رمضان سال 50 هجری هم به شهادت رسیده باشه میشه چقدر 48 تا خب اما بین اینا 6 فاصله است یعنی کم داره یعنی من از عدد باید کم کرد که زیاد کرد چون سفر تا ماه رمزون یک دو سه چار پنج شیش ما فاصله داره تا ما اول اولش حساب بکنیم شیش هفت ما فاصله داره این... اینو من... نه. یعنی پر نشد اون هشت سال به خاطر همین اختلافه یا مثلا شیخ توسی که متوفای چار سد و هجریه نه قمری ها روز مشخص نمیکنه در حالی که قبل از او شیخ کلینی و شیخ مفید شیخ کلینی 329 هجری شیخ مفید 413 یعنی شیخ توصی بعد از اینا بوده و اینا از مشایخش بودن یعنی به اینا رجوع میکرده عزیز ازشون نقوم کرد اما جالب شیخ توصی وقتی چیز میکنه روز اعلام نمیکنه یعنی, جا... یعنی این برداشت میشه که شیخ توصی نحوه محاسبه این بزرگواران قبول نکرده دیگه یعنی اعتماد نکرده گفته در ماه سفر بود یک دی گفتم کلا گفتم ماه سفر یک دی گفتن چی آخر ماه سفر یه گفتن دو روز مونده به انتهای ماه سفر که میشه 28 اینطور گفتن یا مثلا میبینید که شیخ مفید در ارشاد میگه خودش در خود شیخ مفید در ارشاد میگه در ماه سفر بوده کلا ماه سفر میگه در مسار شیعه میگه در 28 سفر بوده یعنی باز در یک فردی که دو دو تا کتاب نقل کرده باز اختلاف بعد از شهید اول بعد از شهید اول یهویی ما میبینیم هفت سفر به عنوان روز شهادت امام حسن مشتبه علیه السلام چه میشه؟ نقل میشه این چطوره؟ یه کتابی به اسم تسبیت الامام متعلق به قاسم ابن ابراهیم 246 هجری قمریشون فوت کرده یعنی از شیخ توسی و مفید و این بزرگوان رو آن علیه بر این بزرگان رحمت خدا باد از اینها قدیمی تر بوده نجاشی هم که از رجالیون شیعه است یعنی او بگه این خوبه بعد از سقه از سقه, سقه نیست او رو تایید کرده و آورده که این آقا مستقیم از امام کازم روایت نقل کرده او چی میگه؟ او میگه هفته سفر این برداشت میشه که این بزرگواران مثل شیخ کلینی، شیخ مفی، شیخ توسی کتاب تصویت الامامه رو ندیده بودن. فهمید چی شد؟ وگرنه تثبیت الامامه اون سندیش اینا همش خوبه همش درسته چرا نقل که که شیخ طوسی صبر میکنه میگه کلا تو ماه سفر بوده چرا اینطور میگه یا در مورد اهل بیت خیلی اینا بزرگانمون داره و ندارم از همینان هر چه تشیع ما از این بزرگان در مورد اهل بیت خیلی دقت میکردن که یه وقت یه نقطه اینور اونور نشه اینکه قضاوت نمیکردن ترس داشتن از عاقبت از آخرت این ظاهرا اینطور بالا باید بررسید هم کتاب این کتاب دستشون نرسیده بوده اگر میرسید و علمای بعدی بعد از شهید اول که این کتاب رو دیدن عموماً چه تایید کردن هفت سفر خود نویسنده کتاب قاسم ابن ابراهیم ابراهیم اسم دیگه تبا تبا بود قاسم ابن ابراهیم ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن حسن ابن حسن خودش از نوادگان امام حسنه از ساداته. و عرض ارادت هم میکنه به سادات حسینی به ائمه از کسانی بود که آخرم در خفایشون یعنی فراری بود از دست دستگاه حکومت دنبالش بودن در تاریخ داریم که براش پول فرستادن راضیش کنن راضی نشد آدم سالمی بود مستقیم از امام کاظم نقل کرده با واسطه ابوبصیر از امام صادق نقل حدیث نقل کرده این بزرگوار میاد میگه هفت سبب کیا میگن هفت سبب شهید اول شیخ حسین عاملی که پدر شیخ شیخ بهایی که در حرم دفنه خود شیخ بهایی میگه هفت سفر علامه مجلسی هفت سفر علامه بهرامی هفت سفر بهرانی صاحب جواهر شیخ جعفر کاشف القتا شیخ عباس قومی اینا همه میگن چی هفت سفر یعنی من مسیر استدلال براتون گفتم ثانیا که یک سری نکات هم هست خوب دقت کنید در قول دوم که میگه هفت سفر روز هم مشخص شده تو قول اول نگفتن چه روزی مثلا دوشنبه سه شنبهش گفته نشده گفتن 28 صفر آخر صفر اما تو قول دوم دقیق تر روزم گفته شده مثلا میگه شهادت روز هفت سفر یا اومل خمیس یعنی چی؟ پنج شنبه من یه کاری کردم این نرم افزار دمه دسته این نرم افزار هم یه خورده و این بستگی داره که ظهر رو در نظر گرفته بشه یا صبح ممکنه یه روز این برمور بشه این زدم تو نرم افزار ببینم سال پنجاه هجری دیدم دقیقا پنشان بدم اینگه علم که جده دستوان ما نبسته که علم نجوم آقا دیدم دقیقا پنشان بدم باز این هم خودش میشه چی؟ یک معید یک تایید کننده این تا اینجا ماجرا یعنی در مجموع حالا من نظر علما رو براتون میگم مراجع تقلیدم ازشون استفاده شده براتون میخونم در مجموع هفت سفر چیه؟ ارجاید. اما چی شد؟ 28 سفر بولد شد. قبل از اینکه اونو بگم یک ماجره دیگر هم بگم. فردا تو تقویم زده چه مناسبتیه؟ ولادت امام موسی مردم موندن ایام سفر ولادت. همینجا بنده سخنرانی کردم راجع به کی؟ یادتونه؟ چهار علی و چهار ماهی که در یادتونه گفتم دوازده ماه مادل دوازده امام رو باید از امام باقر خوندمون آیه معروف عدت شور اندالله اصنا عشره و اونجا عرض کردم گفتم که اصلا این ولادت ها شهادت ها اینا خیلی الهیه اینا اصلا چیدمانش جوریه که کار من شما بگید نیستش خیلی حرفیه در مورد ولادت امام کازمم دو تا نقله معروف یکیش میگه هفت سفر یکی دیگهش میشه چی؟ مازی حجه بریم ببینیم این چی طوره؟ این هم خیلی کوتاه مختصر بحث میکنم کنم. بسیاری در روایت آوردن که امام کاظم علیه السلام در شهر ابوا به دنیا آمد یک روستایی، روستای ابوا خود همین قاسم ابن ابراهیم ایشون در همون تثبیت الامامه یک روایت رو نقل میکنه از ابو بسیر که ما با امام صادق علیه السلام رفتیم حج تو اون سال حج در ابوا منزل کردیم نشستیم روی فرود آمدیم دارم برمیگن از مکه به کجا؟ مدینه همونجا خبر آمد که حمیده همسرشون چیه؟ درد زایمان برش آرد شده و پیغام فرستاده که آقا بیا برورد آقا صادق میرو و خوشحال برمیگرده میگن چطور اینطور معرفی میکنه که امام کاظم آمد و از در ویژگی امام کاظم علیه السلام کلی مطلب میفرمه یعنی این آمده این هم خب عالی خوب این در بازگشت از حج اتفاق افتاده من یک سوال دارم حج تو کدوم ماهه و این ابواد جاهای دیگه در چندین روایت آمده فهمید چی شد؟ در چندین روایت آمده حالا این بعضی میگن شاید ابا انقدر از چیز دور بوده از مثلا مدینه دور بوده خب زی حجه بعدش میشه چی؟ محرم بعدش میشه چی؟ سفر شاید دو ما طول کشیده؟ نخیر شما برید در موجم بلدان میگه ابوا قریهای در سی میلی جخفه است جخفه هم نزدیک مدینه یعنی به خاطر همینم هم. زیادی اصلا ولادت امام کازم نمیشن کجا؟ مدینه از اینکه تهران به, دنیا آمده تو تهران به دنیا آمده اینطور از اینها مجموعش و کنار هم دیگه میذاری میبینی باز تاییدی در مورد کدومه که ولادت امام کاظم کجا بوده تو زل است اما خب داستان چی خب این چطوره در زمان صفویه شهادت امام حسن مشتبه در هفت سفر تعطیل رسمی دولتی بود یعنی بازار رو در زمان صفحه بیار اولین حکومت چیه؟ شیعی محکم و مختدر در واقع تو ایرانه تا اینکه میرسه به دوران یک پدر سوخته به اسم ناصر الدین شاه ناصر الدین شاه کی به دنیا میاد 25 تیر ۲۱ به بزنید تو نرم افزار میشه 6 سفر این شب شهادت امام چی حسن مجتبی به دنیا اومد گفت خب ما چیکار کنیم پول داد یه عده رو مأمور کرد بریم بر چیکار می‌کنیم اینا هم گفتن آقا یه نقل دیگه هم هست امام نقل ضعیفیه که 28 سفر و آخر سفر گفت خوبه هم آخر سفرم کلی شهادت داریم آقا رسول الله ای این بار بنوزید این تاریخ اونجا که تولد مرد شورش وقت به هم نخوره از اون طرف گفتش که خب این ولادت امام کاظم هم که نقل ضعیفی هم هستش که هفت سفره اونم وردارید بیارید اینجا که در دست بشه لام از تولد شمسی میگرفت حالا اون سال به چیز سال بعد درست میشد دیگه یه چه جانورهایی ما طرف بودیم این شد ماجرا یعنی همین الان بزن 25 دی زادی بسد و پنج دو بزن تو نرم افزار قشم شیشه سفر چه شب شهادت امام حسن مشتبه میشد اصلا مظلومیت امام حسن خداوکیلی کنید و این ایراده از چه جهت اون انتها فرصت مناسبی, مناسبی برای بیان و تبیین امام حسن مجتبا فراهم نمیشه مخصوصا برای ما ایرانیایی که چی امام رضا داریم مخصوصا جایی که آقا رسول الله هست این هفت سفره نکته جالب تر به شما عرض بکنم در دنیا فقط ایرانیا 28 سفر برای محسن شهادت میگیرن تمام شیعیان غیر ایرانی کیا میگیرن هفت سفر بحرینیا یمنیا عراقیا ما فقط اینجا بعد از انقلاب یک پدر سوخته دیگه ای به پهلوی ها اینا مدن چیکار کردن برای اینکه ایام سفر عزاداریشو تضعیف بکنن دو تا ولادت آوردن تو تقویم عمدن تو ماه سفر یکی ولادت امام باقر که اونم با ضعیفه یکی دیگه هم ولادت کی؟ امام کازم علیه بعد از انقلاب ما کوتاهی کردیم تقویم و اصلاح بگید او دنبال این بود که بگه آقا ببین نمیتونه که جرعت داری بیا با اهل بید مثلا با عروسی اینجور چیزا در بیفتی میگه میگه آقا ولادت امام کازمه دیگه ولادت امام باغره اینجوری میشه در افتاد یعنی امامو بذاری جلو امام من دیدم داره دوره همین نشون میده دیشب نسیم خب ببینید اینا بعد فی... اسلامی چه زنده است به واسطه کجا که محرم و سفر از غذا این هفته سفر خیلی هم خوبه ببینید بین آشرا و عربینه یک افتی به وجود میاد این میتونه دوباره چیکار بکنه این توجهات رو جلب کنه این فرصت خوب برای این مظلومیت امام حسن باشه و باز یک نکته دیگه اینکه علمای شیعه بزرگان ما هفته سفر و حوزه رو تعطیل میکردن در قوم این تا زمان آیتولو گلپایگانی بود دروس حوزه رو تعطیل میکردن بزرگواران بنیان گذار حوزه علمی قوم نظرشون بر هفت سفر بود این تا اینجا باز یه نکته دیگه گیریم شهادت یک امامی با ولادت امام دیگری چی شد بگید همزمانش که من گفتم نیست قبلا من اینجا در مورد اون ایام و ماه ها و اون محاسبات عجیب قریبی که داره عرض کردم خدمت شما که اولا گفتم این بحث برای اولین بار در جهان اسلام داره مطرح میشه که امام باقر میفرماد دوازده ماه ما دوازده امام ماهای حرام علی ما چهار تا علی داریم و ارتباط این ماهای حرام رو با علی ها من اینجا بیان کردم خدمتون که دیدید یک ارتباط عجیب غریب بین تسجیل امامت علی ها بود یعنی مسجل شدن بر مردم که امام بعدی کیه این علی است این دقیقا تو ماه حرامه ولادت ها و شهادت هاشون بررسی کردم دیدید کلا میشه دوازده حالت دیگه از دوازده حالت 9 تاش این چارتا تا ما اصلا به لحاظ علم احتمالات اما عجیب غریبه واقعا علمان خدمات علما بردن من عرضه کردم و قیم ماندن دین میگه با این چهار تا علیه تعویل آیه دارین میگه روایت از امام باقر من که خودم که نمی در نمیارم که پناه بر خدا شما میبینید دقیقا علی ها زمانهایی آمده رو شدن به قول اینجوری بگیم که دین کارش تموم بوده چون امیر که در زلحجه امامتش چی میشه؟ تسجیل میشه در قدیر که ما حرامه چه علی بعدی علی ابن الحسین زمانی که اصلا امام قبلی رو تیکه تیکه کردن ببین چطور شده با تشعیه کار شده که در ماه چی میشه؟ محرم امامتش تسجیل میشه بعد امام آقا علی بن مسرزا و امام هادی که امام هادی رو ویژه دو جلسه سخنرانی کردن در رابطش هست الحمدلله جز کامل ترین ها در کشور پیرامون امام هادی همینه حالا اون ما گشتیم اینطور بود گیریم فرزند یا حالا یک شهادت یا یک تولدی با هم, هم چی شد بگید خون اینجا ما باید دایر تنبک دستمون بگیریم یا عزاداری بکنیم مشخص ازاداری هست نظر بزرگان بر امینه عقلی نمی عرف جامعه نمی نظر بزرگانمون هم بر همینه از مظلومیت های امام مشتبه نیست در رو تو با نظر علما و مراجع تقلیل من خدمت شما که بینید اینا حرفی نیست با مراجع پرسیده شده نظر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرن از ایشون پرسیده شده با توجه هفت سفر این طور بود و اون طور همین ماجرا که من توضیح دادم از ایشون پرسیده شده هفت سفر این چطور این با میلاد خورد پاسخ ایشون دست خط ایشون هم هست عکس دست خط میفرماد که اسم الله در اینکه باید و الحمد در اینکه باید, این باید یک روز اختصاص به حضرت امام مجتبی داشته باشد تردیدی نیست یعنی یک روز چی خاص و با توجه به اینکه روز 28 سفر روز رحلت خاتم الانبیا هم هست و بدین لحاظ شهادت سبت اکبر تحت شعا قرار می گرد. لذا خوب است که روز هفتم سفر را به این عنوان اختصاص دهند که مشهور هم همین است این مشهوره نظر آیت الله آیت الله آلموزا تبریزی بله محرم و سفر ماهای حزن بر سید و شهدا و خاندان اهل بیت میباشد و باید به مجالس عزاداری روزخانی بگذره مثل شنو ولادت رو کلا چی زمین فرزن باشه باید به عزاداری بگذره نظر از آیت الله صافی گلپایگانی ایشون بسم الله الرحمن الرحیم علیکم السلام و, و رحمت الله جواب بر مجلس میلاد ائمه علیه السلام بسیار خوب و مناسب است اما چون هفتم سفر بنابر بعضی اقوال مصادف و سال روز شهادت امام حسن مجتبی می باشد و از طرف تمام ماه محرم و سفر ماه های آل حزن آل الله و کاروان داغدار و مصیبت زده حضرت سید الشهدا علیه السلام است سزاوار است در این دو ماه مجلس روزه و عزا بر بوده نموده و از مجالس جشن و سرور جدا اجتناب نمود ان نظری در مورد این که این سوال آیت الله عظمه به حجت مناسب است در جمع بین دو قول مشهور روز هفتم سفر به شهادت سبت اکبر امام مجتبا و تولد امام موسا کازم اگر اینطور باشه ترتیب مجالس برای هر دو امام بزرگوار به این که مسائب امام دوم و مناقب امام هفتم میگه جشن نه ترش اینه که فوق شاسم پذیرفتی هفت, هفت سفر میلاد امام کازم بیده از خوب امام کازم بگید مناقبش بگید نه اینکه دیگه جشن رو به نازیده نمیدونم چی اینا نزلات ماسیم شب شهادت امام حسن برای تنز بخش بشه تو ایران آیت الله وحید و خراسانی با آنچه فقیه محقق مؤسس حوزه علمی فرمودن باید عمل شود و نظرشون بر چه بود؟ هفتم سفر نظر آیت الله سیستانی بزرگداش بسم الله تعالی شهادت سبت اکبر امام حسن مشتاق ترتیب مجالسی برای آن حضرت و ذکر و یادآوری مناقب آن امام از مصادیق تعظیم شاعر است و اون آیه معروف به آن یعظم شاعر الله اینو در ادامه شوردن آیت الله شوبری زنجانی بسم الله عزاداری روز هفتم سفر به عنوان سوگواری سبت اکبر و تعطیل بازار که سنت شیعیان بوده بازار رو تعطیل می‌کردن بابا امام حسن کم کسی نیست یکی از پنج تنه یکی از اهل بیت اینطور این باید مورد بی توجهی قرار بگیره که باید محفوظ بماند و با ذکر مناقب امام هفتم منافات هم ندارد یالا بخوای از مناقب امام هفتم بگیر چیز نیست اصلا شما کلهم هم نور واحد همه نور واحدن آیت الله روحانی سه صادق روحانی جا جماعتی از محققین و علما مانند شیخ مفید شهید کاشف القتا و غیر اینها بعد از تحقیق روز هفتم سفر را رو روز شهادت حضرت نوشتن اینا علکی که نوشتن تحقیق کردن من هم موقعی که در این مورد تحقیق می کردم تقریبا اطمینان به این امر پیدا کردم به یه مرجع تعالی اطمینان به این امر پیدا کردم بنابراین مقتضای تعظیم شاعر اقامه مجالس عزا تعطیل بازار خروج دستجات عزاداری در این روز است او بر امام حسین چطور عزاداری برگزار میشه برای محسن یه یک روز نباید یه عزاداری درست حسابی برگزار بشه و همینطور دیگه بقیه بزرگواران هم سایت الله علوی گلگانی و شاهرودی و م... آیت مکارم و و غیره تولا موحد و اینها آمده خب اینجا الان سوال پیش میاد من شیعه با وجود این همه توصیه با وجود این همه مظلومیت و با وجود اهمیت شناخت دوران امام حسن که دوران است که چی؟ دورانی است که دشمن با پول و عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای پیروز میشه. یعنی همون جایی که ما ازش چیه؟ نگرانی ما از حمله نظام دشمن هیچ نگرانی نداریم هیچ غلطی هم نمیتونم بکنم. هشت سال مثل مرد جنگیدیم هیچ کاری هم نتونستم بکنم. خب این شرایط باید تفهیم خود چطور؟ ببینید بحث پژوهشیه نظر علما هم که دیدید و سابقه هم که این شاه ها چطور پدر کرده بودن از ناصرالدین شاه بگیر تا همین پهلوی ها در زدن شاعر الله و اینجا قرعه به نام محسن مشتبه مجتباست. این مظلومیت همیشگی حضرت چون خورده باید حواس جمع بشه و خوبه که حیات مذهبی ما این روز رو شروع کنن یعنی خودشون مراسم عزاداری چیکار کنن بگیرن شب شهادت مراسم بگیرن آرام آرام این چی میشه فرهنگ سازی میشه بعدش هم باید پیگیری صورت بگیره که داره میگیرن به شما بگم که این تقویم تصیح بشه وقتی علمای ما دارن صحبت میکنن و میفرمان که بابا فرمایش میکنن و فرمان که این هفت سفر قول اقوا و قوی تره وقتی دلایل علمی بابا دیگه تاریخ و نجوم و اینجور چیزاست دیگه میشه پیدا کرد وقتی بررسی ها داره صورت میگیره اینه خب چه اصراریه کمان که بهتر هم بر همینه درستش هم همینه ما توصیه شدیم به امام شناسی ما از اصول دینمون امامت اگر شما فقط قیام امام حسین رو درست ببینی دلایل آقا امر معروف نهی از منکر آقا قیام کرد اینطور اونطور فلان به همان خب عزیز دل من این طرف قعود امام حسن و دلایل و اون تحمیل رو نبینی این میشه کاریکاتوری اصلا جواب نمیده این میشه که یه ادیم چرا امام حسن قیام نکرد مظلومیت حضرت رو نگاه کنید اینکه میگه حالا من حضرت زهرا سلام رو خواب دیدن چطور بود که من گلایه دارم از شما که اینقدر بر فرزندم حسین گریه میکنید و فرزندم حسن رو همینطور رها کردید و از مظلومیت او نمیگید اون حسنی که هم زمانن در ایشون ظلم شده هم مکانن جایی افتاده که اصلا دست ما هم دیگه نمیرس الان بقیه مخروبه این جا داره که مردم ما از خودمون هیچ حرفی نزدیم درسته؟ نظر علما بحث تاریخی میشه چک همه جوری یعنی زو ابعاد همه جهت ها در نظر گرفته شده یعنی باید مردم شروع بکنن نیت کنید نظر ما حسن مشتاق کنید و آقا جا من اقامه ازای شما میکنم دو سال سه سال چهار سال پنج سال دیگه میبینید همه گیر میشه مگه دعوت شهادت از زهرا اینطور نبود یه مدت تقویم ما نوشته بود وفات بعد روزی چهار تا وهابی نفهم میان گفتن آقا اینا رو جمهوری اسلامی ساخته تا قبلا تو تقویمشون وفات بود و با امام کاظم روایت داره میفرماد مادرم شهید شد اهل سنت نقل‌هایی هایی است که آمدن زدن اون مسائل الله سه جلسه اینجا بصیرت فاطمی تو مشهد سخنرانی کردم و میگه نه گفت. بعد چی شد؟ الان جا افتاد الحمدلله شهادت از زهر و ائمه همه بر ما مهم هستن و باید آن اونها رو شناخت همه نور واحدن مون کجا این شناخت کمک میکنه ببین یا یعنی اگر امام حسین جای امام حسن یا امام حسن جای امام حسین همون کارا رو میکنه هیچ فرق نمیکنه کما اینکه شما میبینید امام حسین خودش ده سال در قعوده قیام نکرده در مقابل کی ماوی به همون قرارداد چیه پایبانی دقیقاً داره کار امام حسن رو میکنه پس این امام شناسی اگه همه یه نوری مثال خوبیه هم چند جز گفتم این مثالو شما میبینی که برقی که تو این سیمای لامپا میاد این همه درسته؟ میبینی اصلا لامپاش هم شکل هم یه لامپ نور قرمز میده بیرون یه لامپ نور چی؟ سبز میده که آبی میده سفید میده لامپ رنگ و رنگ تو عروسی ها میبندن ریسه میکشن اینو لامپا شکل هم انرژی هم که به همشون داره مثل چی؟ یکسان همه یه برقه یه نوره اما چی قرمزش میکنه شرایط شرایط زمان میطلبد طلبد امیر و 25 سال سکوت کند شرایط که عوض میشه حضرت سکوت خودشو میشه شرایط زمان می مثل امام حسین بزنی به خط شرایط امام حسن می چیکار بکنی قوت کنی من میبینید اس... اکراه دارم از عبارت صلح استفاده کنم نمیگم عمدن یعنی چرا بخاطر اینکه صلح ما همیشه اشتباه این لفظ استفاده میکنیم میگیم صلح در مقابل جنگ استفاده میکنیم. در حالی که صلح در مقابل جنگ نیست صلح در مقابل فساده یک جایی که فساد میشه شما می اصلاح میکنی حالا این اصلاح بعضی موقع خودش با جنگه همین چی شد؟ من که اصلاح بکن جامعه با چیکار کنی بجنگی مثل کی؟ حسین. کار موموسه هم اصلاح و سلحه برای همین میگم اون قعود قیام قعود چون یک جوری خدای نکره دیگر روشون نمیشه وگی نه دوست دارن همون حرف برخی از صحابه موم حسن بزن که السلام علیکم و ذل سلام بر توی زلیل کننده مؤمنان نعوذ بالله که چرا تو مثل امام حسین نعوذ بالله مثلا جرأتشو نداشتی شمشیر نکشیده چطور از جونت میترسی علی از در حالی که تاریخ رو برید نگاه کنید میگن در میان فرزندان علی ابن ابی طالب شجاع حسن بود یل جمل امام حسن است. چند مرتبه محمد پسر امیرالمومنین محمد حنفی رفت نتونست اون شطور نشسته بود و میشورون تمرو حضرت فرمود اون شطور باید تموم بشه کارش رسانه اون شطوره فهمیدی برید آنتن رو بیارید پایین بلنگو رو بیارید پایین هر کی میرفت نمیتونست آقا امام حسن رفت زد به میدون رفت شطور رو پی کرد یعنی اصلا پای شطور رو زد رفتن زیر پای بریده آوردنش بالا که سقوط نکنه رسانش عامل اصلی تحریک مردم اون اون بود رفت اون یکی پارم زد اومدن گرفتن دوباره یعنی فکر کن شطور نعره می کشید نگاش می نباید بید. خیلی وحشتناک میشه شطور نم دیدی شطور باز میخوان قربانی کنه فرار میکنه فیلما شد چطوره حضرت رفت پای دیگه از شطور افتاد و انتقامش هم گرفتن دیگه موقع شهادت دستور تیربارون دادن که یکی پیکر متحرم رحم نکرد سخت ترین نوع اصلا مظلومیت عجیب غریب زن تو خونه بکشدت خیلی درد داره این امام, حسین علیه السلام یه یارایی داره که حضرت اونجا قربون کوری میخونه میفهم هیچ تو دنیا یارایی مثل من نخواهد داشت درست یا نه نه اهل بیتی چون شما گیر میاد نه یارانی چون شما دارن. اما امام حسن در خانه خودش و از اهل بیت خودش این صورت میگیره بعد پیکر متحرمی بودم خواستم کنار پیامبر دفن کنن اجازه ندادن دی. اما کسانی که جنگ جمل را دارن سوار شطور شدن آن. بعد دستور تیرباران داده شد تابوت های عربی رو نداره مثل تابوت های ما یه چیزی مثل برانکاره پس عبارت درست اینه پیکر متحر تیرباران شد محسن عشق میریخت تیرها رو از بدن متحر بیرون میکشیدن بفهمیم پس شناخت صحیح اون برق و الکتریسیته اینا همش یه برقه مستلزم شناخت دقیق تره چیه؟ شرایط یا رنگ چیه؟ لامپاس ما اینجا با فهم صحیح از شرایط اجتماعی عمل کرده ما شما تو حوزه ولی شناسی میخوای ببینی امام چرا این کار کرده؟ اینجاست که تو رشد میکنی اصلا یک جایی میبینی امام شما سکوت کرده یعنی داد بزن امامت سکوت میکنه یکی دیگه باید داد بزنه حضرت امیر سکوت حضرت زهرا فریاد شما جرئت داری بگی حضرت زهرا سر خود این کارو میکرده چراییش اینجا به من تو کمک میکنه یک جا از ولی من حالا در مورد ولی شناسی سخنرانی خواهم کرد یک جایی از ولی سکوت میکنه یکی دیگه باید فریاد بزنه یک جا هست ولی یک نفر رو نهی میکنه بهش فوش میده اما منظور تاییدشه ای آقا این یعنی چی دیگه بزن امام صادق علیه السلام روی منبر خوشام رو لعن زراره رو لعن کرد آقا زراره که اصلا رو تخم چه شما جا داره داستان چیه؟ بعد فهمید بعد بریم داستان. مگه میشه بریم خب داستان چیه نگاه میکنی میبینی خلیفه عباسی تصمیم گرفته بود حلقه یک آقا رو بزنه تو این تصمیم آقا برای حفظ جان زراره چیکار کرد بالا منبر لعنتش خدا لعنت کنه زراره همینطور خبر رسید جاسوسا رسونه گفت آقا دست نگه دارید خزینه بی خود درست نکنید بین خودشون اختلاف افتاده امروز مشکلات ما تو فهم سیاسی به خاطر اینکه این امام شناسی مون مشکل داره یک جایی هست امام معصوم داره میگه نه اما یعنی آره خیلی عجیبه ها نه اما یعنی چی؟ آره حضرت امیر المومن پیغام فرستاده به مالک بود ده ضربه مونده بود تا کل معاویه مالک هشته حضرت امیر مالک علی میگه برگرد گفت خب باش برید جنگ ادامه داد بیاد بگید مالک هشتر ولایت پذیر نبوده جرات دارید؟ مالک هشتری که امیر در وصفش گفت تو برای من مثل علی برای محمدی چه مقامی همینجا این نکته به شما بگم بعضی میگن آقا این عبارت علی زمان رو نباید استفاده کرد نباید مثلا علی رو برای غیر معصوم گفت این غلطه خود معصوم این کار کرده به مالکشتر غیر معصوم گفته چی؟ تو علی مثاله یعنی تو الان اون کاری که من برای پیغمبر میکنم تو داری برای من میکنی؟ نه مثاله بعد دفعه سوم که آمدن گفتن آقا بیا اگه میخوای علی رو زنده ببینی برگرد دیگه برگشت تیری هم خورده به بازوش برگش حالا نکته اینجا پیش میاد بیاد بگید مالک اشتر دوباره دوباره اول امام شناسی نمیدانست بار سوم یه یادش برعکس دفعه سوم باید که ج... نزدیکتر شده دیگه اصلا نباید گوش کنه مالک اشتر ش... شاید اینطور بگیم مالک اشتر میفهمه دو دوتای اولی مشقیه برو بزن من میگم نه تو تموم کن کارو دیدید من گفتم دیگه اون کارو کرد یه سره کرد کارو که اگه اونجا کاری سره شده بود تاریخ برق برمیگشت خداشو ده ضربه شمشیر احمق ها کاغذ سر نیزه کردن قرآن سر نیزه کردن جنگ برده رو باخت جنگ روانی اینا ما میفهمیم یک جز از ولی معصوم آقا زمانی که آقا رسول الله آمد مکه رو فتح کرد دستور داد چند نفر رو اعدام باید بشه جالبه وقتی بررسی میکنه میبینی این افراد اصلا شمشیر داله دست نگرفتن اینا چه ویژگی داشتن؟ کار رسانه ای کار فرهنگی ای چقدر این مهمه و خیلی جالب ما الان مثلا میریم با مذاکره میکنیم آقا تو قول میدی مثلا به ما حمله نکنی قول میدی مثلا هسته ایمون رو بعد داره واش بابامونو در میاره یکی نمیره مذاکره کنه اون وار موتورشو رو پایین مثلا یکی نمیره بی بی سی به انگلیس میگه بی بی سی یا بگه اگه در عوض اون منم شبکه علم میکنم <laughs> خیلی جالبه این خیلی عجیبه و یعنی درک از این وجود نداره که اون گلوله رسانه‌ای رو کسی نمیفهمه فکر کنم حتما گلوله تق و تو قیس رو کنیم گلوله بود از قضا کدوم گلوله ها بدترن اینا هر چی از ما شهید گرفته شده خانوادهشون پایبندتر شدن به انقلاب و هی یاد شهدا یادوار شهدا مردم بران کرد کرده اما این کشته های جنگ نرم نه تنها حذف نمیشن تازه میرن میشه آدم دشمن یعنی شما تو جنگ سخت مثلا 5 تا مقاله 5 تا یکی که شهید میشه میشه 5 4 یه دونه عقبی اما تو جنگ نرم این کشته نمی این میره این ور تازه این میشه 6 تا میشه 6 به 4 دو برابر ضرر میکنی بعد تمام سوراخ سنبه های فرهنگی شما رو بلدی میره میگه برخ از این ها که شیعه میشدن بعد می من میگفتن که آقا ما فلان سو... من میگفتم کدوم سخنرانی ما گوش کردید چیه شدید از چی میپرسیدم میگفت فلان میگه چرا میپرسیدم میخواستم گرامو دقیق تر کنم یه زده بودم خورد این ورتر خورده دقیق تر بخوره منم دارم گوله میزنم اونا هم دارن به من گوله میزنن نه من گوله مستقیم بزن تو پیشونه راه صبح تا شب تو تلگرام دری وری چیزای از ما نقل میکنن یکیش مال نیست اونم داره اینجوری حمله میکنه داره رسانه ای اینا خوب بفهم آقا رسول الله آمد گو اینا رو بده کن یکی از اینا برادر شیری عثمان بود آورد پسات ازش که یا رسول الله تو که ابو سفیان رو... آ رسول الله ابو سفیان رو بخشید وحشی لقب اون قاتل حضرت حمزه بود او رو بخشید اینا رو فرمود باید ادام کن بعد آوردش پیش پیامبر گفت یا رسول الله فلان بگو. یا کلی اصرار و ابرام و به قول منت کشید پیامبر هیچ چی نفهمید نگاه کرد دفعه دوم دفعه سوم دفعه چهارم باش بخش گفتن آقا چرا دفعه سه تای اول چیزی نگفتی گفت منتظر بودم که گردنشو بزنه دیگه گفتیم یک جایی اینه معصوم هیچی نمیگه یعنی تو بزن این فهم چجوری به وجود میاد من با تو سر تاریخ باید برم شنا کنم یه وقت این نباشه که آف بس هفت سفر ما بذاریم پیرامون امام حسن نه تمام ایام ما باید برای همین باشه بعد اینجا یه می میبینیم مثلا این طرف گیج میشه آقا من الان نمیدونم باید چیکار کنم به خدا فلانی این حرفو میزنه و یکی این حرفو میزنه بابا شما درک صحیح ندارید از ولایت شناسی و ولی شناسی که میدونید که مشکل برطرف میشد که هرچند من معتقدم مردم ما به لحاظ امام شناسی شیعه در طول تاریخ خیلی رشد کرده به برکت همین جلسات بوده همین منبرها اینا گفته شده سخنرانی ها مردم رشد داده و من براتون ماجرای یونس ابن عبدالرحمن رو من گفتم نمیدونم عجیبه واقعا من نمیدونم چرا منبر این گفتیم گفته میشه مردم بفهمن امام رضا علیه السلام به شهادت میرسه همینجا دفن میکنن اماما در مدینه مجلس ختم براش میگیرن تمام بزرگان شیعه جمعن در مدینه گریه زاری یا یونس بلند میشه داد میزنه بس دیگه بابا حالا چقدر گریه میکنی یونس کسی که در کتب رجالی شیعه رجالیون ما اجماع دارن بر ثقه بودنش یعنی هر روایت از آدم نقل شده باشه چیه این آدم باشه اون الان بخش خودشو ثقه است یعنی مورد اعتماده بعد این قلت در موردش نیست اجماع حالا ممکن است ببینیم مثلا کتب رجالی ما یک نفری که تایید کرده یکی چیه ضعیف دونستش اما اینو نه اینو همه سقه دونستن یه همچین چیزی بولمش بس حالا گره تو که میخواد گره کنید پاشید یه خاکی تو سرمون بکنیم ببینیم چیکار حالا باید بکنیم ببینید یه خاکی تو سرمون کن تا موقعی این بچه بزرگ میشه شیعه رو ره چجوری رهبری کنیم منظورش از بچه کیه امام جواد علیه السلام الله اکبر عباسد رحمت الله بلند میشه عباسد که اینقدر تو روزای آمروز اسمشو میشنوید بلند میشه یقش رو میگیره تاریخ اینطور میگه چسبوندش به دیوار یکی خوابون زیر گوشش گفت خوب شرک خودت آشکار کردی جواب خودت رو نشون میدادی شروع میکن تشر زدن من امروزیش کنم بابا این حرفا چیه مگه امامت به سنه مگه عیسی. یه روزه نبود پیغمبر شد مگه یه رو ندیدی تو تو فکر کردی به سن 100 سالش باشه بعد لابد مثلا امام تر یه نفر یه حرفات شد ای به خودش میگه بچا حرف سخیف میزنی اما امروز تمام شما که اینجا نشستید هیچ کدومتون در مورد امامت امام جواد شکی ندارید و چرا تو سن کم به امام میرسید رشد کرد باید این رشد انقدر زیاد بشه که امام بشه اول و آخر و همه چی اون موقع ام موقع اون ظهوره که با کارش وای میستی اون موقع است که وقتی بیاد بگید این کار رو بکنید رو هوا شیعه تنوری با کله پریده تو تنور مثل هارون مکی طرف اومد خدمت حضرت آقا صد هزار تا تو خراسان آدم داری پنجاه هزار تا تو کجا همچنین لاف میزن قیام کن دیگه آقا منتظر چی هستی دیگه ما اومدیم آن. حضرت نگاهش کرد فهم. تنور روشن برو تو تنور بله برو تو تنور آقا ما ظاهرا نوز بلوز توجی نیست من چی دارم میگم سرباز براد آماده کردیم از 100 هزار تو خراسان تو تنور داره تو تنور روشنه برو تو تنور تو این هیروبیر هارون مکی اومد کفش سیر بغلش بود اومد یه عرض ادب کن سلام آقا جان تا از آمد برو تو تنور این اصلا نگفت چی و چرا و برای چی با کله پرید تو تنور تنور روشن آقام در تنور گذاشت بعد شروع کرد توضیح دادن که آره ببینید تا موقع که شما به حرف ما گوش نمی ای اصلا گوش نمی که حرف آقا فقط تنور داشت نگاه میکرد چی شد این رفت بعد دید صحیح و سالم مثل ابراهیم خلیل علیه السلام تو تنور سالم اومد بیرون با انقدر به من امام اعتماد دارید شما ندارید حرف میزنید قبلا اجزاد ما رو خوب تنها گذاشتید امام حسن ها تکرار شدن یک روزی باشه که من برای همین شما وقتی امام میگه که امتی که من دارم پیغمبرم نداشت فکر رو چه حسابیه یه آدمی ولی فقیه ولی معصوم نیست ولی فقیه میگه آقا خورمشا باید, آزاد بشه سیمور ملخ ریختن خورمشا رو آزاد کردن بعد آخرم خورمشا رو خدا آزاد کرد همین بعد اونجا ولی مسئول فرمود برید به آه هوا سرده یک نفر از این بچه ها تو جبهه گفت هوا گرمه هوا سرده فلان و شاهکارهای خلق کردن چند وقت پیش که این دوستای ما هست از رزمنده های هشت سال دفاع مقدسه و ایشان میگه تو منطقه قرب این نگهبان بوده که بررسی میکرد این ماشین های عراقی که من یادداشت بشن یاد میکرده که این بدونن انتقال نیرو چطور داره صورت میگیره بعد نیروها نیروها عقب نشینی میکنن کلا عراقی من اون دور رو میگیرن این خبر نداشته پستشو ول نمیکنه این میگه من سه ماه توی برفا همونجا مونده بودم گزارش می نوشتم گفتم حالا فردا میرم من پستمو نباید ترک کنم سه ماه اونجا میمونه به دفترم پر شده بودم بغلا می نوشتم برف آب میکردم میخوردم حالا نگو پای کو پر ما مخبر نداریم بعد سه ماه ایران عملیات میکنه اونجا دوباره پس میگیره میان اینجا میگن تو اینجا چی کار میکنی میگه خب من کسی بهم نگو برگردم چند سالش بوده اون موقع 14 سالش بوده بعد میگه من برگشتم اومدم بوشهر دیدم مجلس ختم مرام گرفتن فکر کردن تو هم عملیات ما کشته شدیم اسیر شدیم چه مادرم سیاه تنش کرده بود و میزد تو سر کلش ما زندم شهید مرتضای جاویدین سی... مرحوم سیاد نقل میکرد محسن رضایی نقل میکرد میگه ما هر چی میش کردیم چزا بر به اول که بهش فرستادنش بهش گفتن تنگه اوهده ها اگه ول کنی تمومه یه نمیدونن چی گفتن هر کاری میکنم میگن برگر قیچی ما نیرو نمیتونیم بفرستیم میگه فقط امام پشت بیسیم به من بگه برگرد من بر میگردم. کشته میشم که بشم مرتضای جاویدین مرحوم اشلو کتابش قشنگ بخونید هر کار میکنم از غذا سالم هم میمونه پیروز هم میشن بعد اینو سیاد مرحوم سیاد نقل میکنه که ما اینو بردیمش پیش امام این همه رزمنده بردیم پیش ما هم همچین برخوردی از امام نهیدیم امام بین دو ابروی اینو پیشونیش رو بوسید این میشه اینا باید رشد کنه شیه تنوری باید رشد بکنه فهم امام شناسی پیدا بکنه و باید غور کرد تو تاریخ ببین عزیز من فکر کردی تو روایت میفرماد که آی علی آقا رسول الله خطاب امیر مومنان علیه ما سلام میفرماد که یا علی یه قومی میان تو آخر الزمان زمان عظیمترین یقین رو دارن عجیبترین ایمان رو دارن چرا یا رسول الله حضرت میفرماد بابا اینا من پیغمبر رو ندیدن توی علی رو ندیدن امامشون هم تر هجابه اما ایمان میارن چه ایمان آوردنی ای؟ میدونی به چی ایمان میارن یالی ایمان میارن به جوهر به سواد علا بیاز به سفید رو کاغذ جوهر روی سفیدی کاغذ به سیاهی رو کاغذ میان بالا و پایین میکنن الان ما کلی خودمون رو کشتیم که بگیم آقا این روایت از فلان معصوم هست یا چی نیست خودشون رو میکشن بالا پایین علم رجال به وجود داره علم حدیث علم درایه چه 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 به وجود میاد که به یه جمله برسن آیا این را آقا رسول الله فرموده است یا نه همین که فرموده است حالا بریم بش عمل کنیم اما علی جان یه عده‌ای هستن چش تو چش من میزنن جلوم وایستادن وقتی جهازای شطور رو میچینم دست تو رو میبرم بالا یا من کنتم مولا فاز علی مولا قبول میکنید میگم بله بعد میان دست میزن دست تو بخن بخن یا علی مبارکت باشه مثلا مبارکت باشه سرم و میزارم حمله میکنن بلایی سر تو خانوادت میارن که میشه خب این دو تا من برابرن این ندیده اینا این ارزشه بعضی از ما سوال میپرسن نقطه نقطه آخرم خوب دقت کنین بعضی از ما سوال میپرسن آخ خدا وکیلی نامردیه دیگه اونا که بعد از ظهور امام زمان در میگه اصلا دیگه اشغال میکنن کلا ها سوال دیگه میگه اونا چی همه چی حل شده مثلا طرف مثلا 100 سال بعد از ظهور امام زمان دنیا عجب حالی میکنه دماغش بیاد طرف ها من به شما عرض بکنم سوابها بعد از ظهور امام زمان به شدت میاد پایین یعنی خدا جا حق نشست عادل من روایتش دیدم خیلی برام جالب بود ثواب ها میاد پایین یعنی دو نماز الان که فتنه ها کل دنیا رو گرفته همه جوره رو مخ توی جوونن اینجوری پاکار وایستادی ایمان آوردی به سیاهی روی سفیدی بدونه که پیغمبری ببینی بدونه که امامتو رو ببینی این دو نماز خیلی فرق داره من جا جل... جلسه شما جوون مد تو خانوادم اصلا من مسخرم میکنن نماز میخونم فلان بهمان گفتم بدون دو رکعت نماز تو ده برابر نماز صد برابر هزار برابر نکر نماز من رایفیه چون تو خونه ما کسی منو مسخره نمیکنه تو علم نگه داشتی بله بیشترین ثواب ها در اصل غیبت رو زمین ریخته و جمع کنی مثل بازی هاست. مرحله سختی اما چی جایزه های خوبی داره مؤمن ماندن کار سختیه صبح میره بیرون شب برمیگرده طرف کافر شده روایت داریم شب میخوابه صبح بلند شده کافر شده فبا تعداد زیادی فراموش میکنن امام مهدی رو تعداد زیادی میگن این اصلا داستان بوده تازه میگن میگن حالا بوده احتمالا مرده گوشه از تاریخ نوزو اما کسایی که معتقد به او میمانند چطور معتقد میمانه خب امامت امام حسن رو بررسی کرد امامت امام علی رو بررسی کرده رو رسیده به امامت امامی که ندیدتش الله اکبر بعد برای امامی که ندیده صبح جمعه بلند میشه میره گریه میکنه خیلی عجیبه یک عده آنجا حلم ناصرین ینسورنی یعنی امام حسین شنیدن جواب که ندادن هیچی این بعد از 1400 سال پیاده را میفته بره بعد 1400 سال برسه دم کربلا عدو حرام بینه بگه لبک یا حسین برگرد آی داعش بمگذاری میخواد بکنه آی نمیدونم چی تو میخواد بشه آی نمیدونم فلانه پاها تاول میزنه بره اونجا واسه بگه ابد والله یا زهر ما ننسا حسین والله تا ابد یا زهر ما حسین تو فراموش نمیکن ما میخوام بگیم عبد والله یا زهرا ما ننسا حسنا ما حسنت هم فراموش ما شما رو فراموش ما دارو ندارم از شماست قدر بدونید این داشته شما گنجینه یه دوز میاد میزنده شما دوزده سراغ چیز بیخود نمیشن تو دوز نمیده دوز بره آجور به دوزده مثلا یه رو آجور بزیر به هر بزنه در شمشه تلاوش رو هوا میزنه امیر مومنان فهمود شیعه های ما مثل زنبور اصلا شکم پر اصل این ولایت ما رو میفرمونه ولایت ما مثل پر مثل شهد تو شکم اینا اگر میدانستن چه گنجینه ای در درون دارن هر اون شکم نش کم شهد دست خیش بکردند. قدر می خوردن میدونید این ارزشمنده جلساتی از این دست باید پر رنگ و پر و هر روز باید بیشتر بشه دست رفیقتو باید بگی بیار مثل شبکه هرمی است هر که میده دو تا رو پرزنت میکنه وردو به ببر هر روز دفعه بعد که داری میری نود بید. یه روز رفیقت هم وردو بگو صبونش با من بگو بعدش میریم کلب چو میزنیم ها؟ با کلب تو بده بگو یه هفته بیا با من صبونه اونجا رو نمیخواد بخوری میبینیم با هم بیا دعای ندبه بیار پرشور برگزار بشه اینا ارزش من سرتون درد آوردم عذر خواهی میکنم تجلیل در فرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب از زمان. سه ساله بودون از بفرم